درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با جناب آقای علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه و دنیای عرب، با گفتگوی درباره سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه که موضوع و محور این سفر ایران هست. جناب آقای صدرزاده، خیلی خوش آمدید به این گفتگو. خواهش میکنم. اگر ممکنه برای ما بگید که همونطور که میدونید پادشاه اردن در دیدار با آستین از آمریکا برای مقابله با حزب الله لبنان و قاچاق مواد مخدر کمک خواسته. پیش از این هم کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد قاچاق متامفتامین از لبنان و به وسیله حزب الله ابراز نگرانی کرده بودند. آیا ممکنه به نظر شما سازوکار مشترکی برای مقابله با این بخش از اقدامات حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی ایران ایجاد بشه؟ شاید آمریکا پاسخ مثبت بده به این خواسته اردن، چون اردن میگه که قاچاق مواد مخدر از طریق به اصطلاح این مرز سگانه عراق، سوریه و اردن در حقیقت تبدیل به یک خطر امنیتی برای اردن شده، امنیت ملی اردن رو تحت مخاطره قرار داده و ابعادی رو که اخیراً پیدا کرده برای ارتش اردن در حقیقت مثل که غیر قابل کنترل هست. در سال گذشته حدود 14 میلیون قرص مواد مخدر کشف شد، ظاهراً در سوریه که هیچ دولتی عملاً در بعضی جاها وجود نداره مرکز تهیه این مواد مخدره. همطور که شما گفتید شبه نظامیان حزب الله و نماینده های ایران و حتی بخشی از ارتش اسد، به اصطلاح ارتش چهار اسد، در تهیه و انتقال این مواد مخدر نقش دارن. اردن هم جای مصرف مواد مخدر هست، هم محل انتقالش به کشورهای دیگر خاورمیانه هست. به همین علت هست که صحبت از امنیت ملی میشه. تا به حال ارتش اردن در مرز خودش با عراق و سوریه 40 نفر رو که از به اصطلاح شبه نظامیان حزب الله و ایران و عشایر سوری بودن که در این حمل مواد مخدر دست داشتن کشته. به همین علت هست که گویا میخواد از آمریکا که در این به اصطلاح مثلث عراق، سوریه، اردن در اون مرز حضور داره کمک بگیره. شاید نیروهای آمریکایی بتونن به کمک نیروهای اردن بیان. این که انجام میگیره یا نه اینو ما نمیدونیم. اما رئیس دستگاه امنیتی مراکش هم همزمان با سفر آستین از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و گروه‌های نیابتیش در کشورش گفته. آیا به نظر شما ایران به دنبال فعال کردن هسته های شبه نظامی در شمال آفریقاست و به نظرتون مجدداً در این بخش میخواد فعال بشه؟ ایران خیلی وقت فعال هست اونجا. ایران در گذشته به جنبش جدایی طلب پولیزاریو که قصد داره منطقه صحرای غربی رو از مراکش جدا بکنه کمک نظامی کرده. به همین علت اصلا مراکش رابطه سیاسیش رو با ایران قطع کرد. اخیراً هم سفیر مراکش در سازمان ملل اعلام کرده که ایران در حقیقت داره به پولیزاریو، این جنبش جدایی طلب صحرای غربی، داره پهباد میپرسه و گفته که اگر پهپادهای ایران به دست اعضای پولیزاریو برسه اصلا استراتژی منطقه رو عوض میکنه و میگه که در منطقه تنروف در شمال آفریقا در حقیقت الان نیروهای حزب الله و ایران حضور دارند و خواسته که حتما سازمان ملل در این زمینه اقدامی انجام بده. مسئله صحرای غربی برای مراکش یک مسئله بسیار بسیار حیاتی و ملی است. یعنی در حقیقت این حرفی رو که سفیر مراکش در سازمان ملل زده بیشک پشتیبانی بیش از 90% مراکشی ها رو با خودش داره، چون مسئله این صحرای غربی یک مسئله تاریخی ملی و بار
به اصطلاح سیاسی تاریخی بسیار بزرگی داره در مراکش، یه مقدار هم در روابط مراکش و الجزایر خیلی تأثیر داره، چون الجزایر از این پولیساریو حمایت میکنه در اختلافاتی که با مراکش داره. حالا ظاهرا ایران هم با کمک سفارتش در الجزایر و با کمک حزب الله وارد این مناقشه شده سالهاست. همطور که گفتم از چند سال قبل مراکش اصلا رابطهش رو به همین علت رابطه سیاسیش رو به ایران قطع کرد. اینه که من فکر میکنم که اگر واقعا پهپادهای ایران به اونجا رسیده باشه، حرف مراکش درسته، یه تغییر استراتژیک در دعوای نظامی است که مراکش با جنایی طلبان پولیزاریو داره. به نظر شما با توجه به تمام این اخبار، آیا میشه گفت که اسرائیل، آمریکا و حتی آذربایجان یک پلن مشترکی برای مقابله با ایران ریخته باشن؟ از پلن مشترک نمیشه صحبت کرد، چون تمام این سه کشوری که شما شمردید اهداف متفاوتی دارن، گرچه علایق مشترکی دارن، ولی من فکر نمی‌کنم مثلا آذربایجان اجازه بده که از سرزمین خودش حمله نظامی علیه ایران صورت بگیره. ولی فراموش نکنیم در آذربایجان اسرائیلی‌ها سال‌هاست حضور بسیار پررنگی دارن. تبادل دانشجو بین آذربایجان و اسرائیل وجود داره، سرمایه‌گذاری‌های آذربایجان اسرائیل در آذربایجان هست و آذربایجان در اسرائیل 60% نفتی رو که به مصرف میکنه از آذربایجان وارد میکنه، قسمت اعظم اسلحه هایی که آذربایجان در اختیار داره از اسرائیل میاد. این جنگ اخیر آذربایجان به ارمنستان که به نفع آذربایجان تمام شد، بدون کمک های نظامی اسرائیل غیر قابل تصور هست و اسرائیل هم از آذربایجان استفاده میکنه در کنار مرز ایران برای فعالیت هایی رو که علیه ایران انجام میده. بعضی ها حتی نوشتن که اون زمانی که اسرائیلی ها اون مدارک اصلی اتمی ایران رو از تورخوزآباد بردن، اول بردن با آذربایجان و از اونجا به اسرائیل منتقل کردن، همون مدارک و اسنادی که سر صداهای زیادی کرد و نتانیاهو به سازمان ملل برد و اونجا نشون داد و به آمریکایی‌ها نشون داد. این جا یعنی آذربایجان تبدیل شده به یک کشوری که از اونجا یا محلی که از اونجا اسرائیل فعالیت‌های ایزاییش رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده. ولی من فکر نمی‌کنم ولی مثلا آمریکا حاضر باشه به اصطلاح وارد یک فعالیت نظامی مشترک با آذربایجان علیه ایران بشه. ولی این همونطوری گفتم سه کشور در مخالفتشون با ایران علایق واحدی دارن، چون ولی خب اهدافشون متفاوته. همونطور که خودتون مستحضر هستید، اسرائیل تمام تلاشش رو میکنه تا آمریکا رو بر سر فعال نگه داشتن گزینه تقابل نظامی با ایران با خودش همراه بکنه. چندی پیش هم سفیر آمریکا در اسرائیل دانیل شاپیرو مشخصا و واضحا گفت که گزینه نظامی نه تنها مطرح، بلکه آماده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده بودن آن انجام شده و این یک چراغ سبز است. به نظر شما با توجه به این موارد، آیا آمریکا موضعش در مخالفت با حمله نظامی یک جانبه اسرائیل رو تغییر خواهد داد؟ فکر نمی کنم. آمریکا تا به حال یک جوری حتی پذیرفته است، یک جوری حتی پشتیبانی کرده است از این فعالیت های اسرائیل علیه برنامه های اتمی ایران تا کنون. یعنی این به نفع آمریکاست. آمریکا سکوت کرده و در آینده هم سکوت خواهد کرد. ولی آمریکا بر اساس ارزیابی من ممکنه غلط باشه، فعلا تصمیمی وارد شدن به فاز نظامی علیه جمهوری اسلامی نداره. برای آمریکا تمام شده برجام. فعلا تمام شده برجام. علت باقیش هم اینه که آمریکا با ایران مشکلات دیگری غیر از برجام داره. حضور ایران در اوکراین، حضور پهپادهای ایران در اوکراین و پشتیبانی از پوتین
تبدیلی به یک مسئله بین المللی بسیار مهمی شده، بسیار مهمتر از برجام یا در کنار برجام. این است که بارها آمریکایی‌ها اعلام کردند که فعلا برجام در دستور کار ما نیست، و ولی در این حال همونطور که شما گفتین اعلام کردند که ما از نزدیک شدن ایران به بمب اتمی به هر قیمتی جلوگیری خواهیم کرد، و این جلوگیریشون رو بخشش رو به عهده اسرائیل میذارن، به اسرائیل کمک میکنن، نیابتی اسرائیل این کار رو انجام میده، ولی هنوز ما به اون فازی نرسیدیم که اسرائیل و آمریکا مشترکاً وارد یک حمله نظامی علیه ایران بشن. ولی پشتیبانی آمریکا از کارهای ایذایی اسرائیل علیه برنامه‌های اتمی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی ممنون و سپاسگزارم که در این مصاحبه همراه ما بودید. خواهش می‌کنم.